سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 27 مارت تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. نامه احمد ابراهیم به محمد اقبال صدرالدین به زن پرزیدنت نرس. حبس دو دانشجو برای تحقیر یک جوانزن در دوشنبه. صدمه مرگ‌آور با اشتراک تکسیران تاجیک در پیتربورگ. مدینه رستم در دو گشتین نوروزی 12 بچه رو زده 35,000 سومان جایزه گرفت. پیروزی دختر تاجیک مینا خوجایوا در آزمون میس نوروز 2022. بازداشت روننده لادا پریورا با رقمهای بیگانه و میگالکا. از خانه برآمد و دیگر نآمد. امیده 18 ساله گم شده است. و اکنون تفصیلات خبرها. احمد ابراهیم مؤسس و سردبیر افتنامه پایک، یگانه نشریه مستقل در ولایت ختلان، نامه سرکشیده را به محمد اقبال صدرالدین مؤسس و سردبیر سامانه اپوزیسیونی اصلاح نشر کرده، از او خواسته است که در مبارزش با رهبران کنونی تاجیکستان از برخی خطهای سرخ اخلاقی و ارزشهای ملی و دینی نگذرد و از جمله در وسوسه ضربه زدن به پرزیدنت همسر او عزیزمو اسدالایوا را مورد تحقیر و توهین قرار ندهد. همسر پرزیدنت به نوشته مؤلف یک زن خوشسواد و صاحب اخلاق خمیده است و صرف نظر از امکاناتی که به عنوان بانوی اول کشور در اختیار دارد به مسائل سیاسی و دولت داری کار ندارد. احمد ابراهیم امزمان عین تقاضا را از جانب دولت نیز کرده است و از جمله خواسته است تا مادر بلاگر عبدالرحمن نول نورا که به باور بسیاری ها برای موقع انتقادی پسرش نسبت به حکومت حبس شده است بدون قید و شرط آزاد کنند و با این راه حتی اگر قانون شکنی هم شود آبروی تاجیکستان را بخرند، چون که حبس این مادر نیز به نوشته احمد ابراهیم به آبروی تاجیکستان ضربه میزند. این نامه احمد ابراهیم در حال به دست چاپ رسید که طی چند سال اخیر جو حاکم بر فضا و عرصه مبارزه های سیاسی تاجیکستان از هر دو جانب، چه از سوی مخالفین و چه از سوی حکومت، دو گروه محدود ولی تصمیم گیر معین میکردند که در مبارزه با رقیبان خود از یگان چیز نه تحقیر و تومت، نه به میدان کشاندن پای خیش و تبار نزدیک رقیبان خود و حتی حبس و زندان آنها حذر نمیکردند و در این عرصه و میدان دیگر تقریبا یگان خط سرخ، حداقل یگان تابوی اخلاقی باقی نمانده بود. شعار این مبارزه ها متاسفانه چندین سال باشتونیم بود برای رسیدن به پیروزی استفاده از هر شیوه رواست و در این فضای خفقانی نامه احمد ابراهیم مثل اوای توزه است که به این دشت از تهاجمه ها و شبیخون ها و سنگرگیری های آتش نوپذیر طرفین سوخته و خاکستر شده میوزد. این نامه همچنین نشان میدهد که صرف نظر از چند سال باز اینقدر بوی تف کردن نهال دشمنی، شنوندن جنایه های دشمن تراش از هر دو جانب، سطح خصومت بدبینی در بین مردم آنچنان زیاد و آتشنوپذیر نیست که سردمداران فکر میکنند و اغلب جامعه به ویژه قشرهای سالم فکر یکدیگر را دشمن نمیبینند و دشمن نمیشمارند. سردبیر پایک نیز در نامه‌اش هم نزاکت ها چه در مسائل آداب و اخلاقی و چه در مسائل احترام شخصی طرف مقابل را بجا آورد. در پایان نامه‌اش سردبیر پایک از محمد اقبال صدرالدین خواسته است که به اپای عزیزمو نرس، چه لازم آخر ما از آن طایفه نیستیم که به ضعیفان کار بگیریم. زن پاک است، اگر برعکس میشد با آب و رنگ تازه به تو خبر میدادند. او همزمان از مقامات هم خواسته است که مادر بلاگر عبدالرحمن نول نور را رها کنند، حتی اگر گناه هم داشته باشد، چون که آبروی وطن من اینجا روی کار آمد. هم در جای کارش برقرارش کنند، قانون شکنید و آبروی وطن را بخرید. احمد ابراهیم اظهار اطمینان کرده است که بعد مطالعه این مکتوب سردبیر اصلاح بر رقیبان اصلی خود سر و کار میگیرد، نه به همسران آنها. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که دو جوان را در پایتخت تاجیکستان با جرم تحقیر و پس زدن شان و اعتبار یک جوانزن به 5 شبانه روز حبس کردند. بنا به اطلاع رسمی، یک جوانزن ساکن شهر دوشنبه که کاربری فعال شبکه‌های اجتماعی بود است، به ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در آن خصوص مراجعه نمود که صحنه 24 مارت سال جاری هنگام در باغ به نام ابوالقاسم فردوسی قرار داشتنش دو جوان 20-25 ساله به یگان سبب با او در افتاده با الفاظ قبیح شان و شرف نامبرده را پس زدند.
همزمان مراجعت نومه نوم برده در شبکه‌های اجتماعی مورد واکنش شدید شهروندان قرار گرفته، از مقامات ملیت پایتخت درخواست کردند تا عملهای افباشانه جوانان در دایره قانون مورد چاره‌جویی قرار داده شود. ملیت دوشنبه گفت در نتیجه بررسی مراجعت مذکور شخصیت گمانبران معین و دستگیر کرده شده به مقامات ملیت دسترس کرده شدند که اینها می باشند میروف اکمل ابرورویچ سال تولدش 2000 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه قاسموف دانشجوی کورس 4 دانشگاه مالیه و اقتصادی تاجیکستان و دودزاده ولیجان مجید سال تولدش 2003 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه قاسموف دانشجوی کورس 1 دانشگاه ملی تاجیکستان در اطلاعیه ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفته می شود که ضمن پرسش و سنجش همجانبه حادثه مذکور گناه‌های صادر نموده نامبردگان اثبات خود را یافته از جانب کارمندان میلیتیا نسبت به هر دو طبق طلبات ماده 460 ماده افباشی کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده در اساس قرار سود نسبت هر کدام جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 5 شبانه روز تعیین کرده شد. در اطلاعیه گفته می شود که دستگیر شدگان از کردار صادر نموده خود صدقا اظهار پشیمانی نموده جهت مم بعد به چنین عملهای ننگین دست نزدند به طور قطعی آگاهانیده شدند. شب 27 مارت سال 2022 تقریبا ساعت 01:20 دقیقه در نتیجه برخورد دو ماشین تاکسی تمغه هایشان شکودا اکتاوی و شکودا رپید در پیتربورگ یک زن 31 ساله که مسافر شکودا اکتاوی بود جان باخت است. صدمه در نویه وسیل استروفسکی در بورش خط نهم و روی ساحل دریای سمالینکا در نزد بنای رقم 80 روی داده است. گفته می شود راننده شکودا رپید که از تاجیکستان است و در حالت مستی قرار داشته است، هنگام سرخ بودن چراغ که رو من نکرده به حرکتش ادامه داده است و در نتیجه به ماشین دیگر تاکسی برخورده است. پابلیک دروژن اینسپکتر در شبکه فکنتاکت با نشر افت اکس از جای حادثه برخی تفصیلات این صدمه مرگاور شبانه را چاپ کرده است. بنابر اطلاع این نشریه راننده شکودا رپید شهروند تاجیکستان سال تولدش 1987 بوده 12 سال سابقه رانندگی داشته است. راننده تاکسی تمغه شکودا اکتاویا سال تولدش 1969 و سابقه رانندگیش 26 سال بوده است. گفته می شود که ضربه چنان سخت بود که یک مسافر شکودا اکتاویا زن 31 ساله به هلاکت رسیده، یک مسافر مرد این ماشین را طبیبان با جراحات های میانه در بیمارستان مریینسکایا بستری کردند. بنابر اطلاع دروژن اینسپکتر راننده شکودا رپید مست بوده است. هنگام تشخیص طبی الکاتستر در بدن او 0.500 میلی گرم به لیتر سپیرت نشان داده است. این برابر نیم شیشه عرق است. روز 19 مارت در عرفه عید نوروز در شهر اکاترینبورگ روسیه آزمون زیبایی به نام میس نوروز 2022 یا بانوی نوروز 2022 دایر شد. در این آزمون دختران زیبای باشقرد و تاتار، قزاقو قرغز، ازبیک و توجک و اوزری و چچن با لباسهای ملی خود در تن روی صحنه آمده با تهیه غذاهای ملیشان، خواندن ترانه و اجرای رقصهای ملی و قصه کردن داستان و افسانه های مردم خود برای دریافت عنوان بانوی نوروز مبارزه بردند. شجایزه این آزمون و عنوان بانوی نوروز نصیب نماینده تاجیکستان مینا خوجایوا شد. مینا خوجایوا 18 سال داشته در تاجیکستان در اسور به دنیا آمده است، ولی اینک 13 سال باز با اهل خانواده‌اش در اکاترینبورگ زندگی میکند. مینا حالا در سال اول کالج طبی ولایت سوردلوفسک تحصیل میکند و در آینده میخواهد استوماتولوژ شود. مینا بعد پیروزیش در آزمون بانوی نوروز سال 2022 در مصاحبه با نشریه اورالسکی مریدیان گفت پدر و مادر او 5 فرزند دارند و او فرزند کلونیست. انانه‌های مردم خود را ما در بیرون از تاجیکستان فراموش نکردیم. در خانه‌مان در اکاترینبورگ ما همه لباس ملی میپوشیم و اساساً غذاهای تاجیکی میخوریم. خوراک را برای ما مادرمان میپزد، نقل کرده است مینا. آزمون از چند مرحله عبارت بود و از جمله داوطلبان می بایست در نمایش لباس های ملی اشتراک کرده هنر خود را در تهیه خوراک ملی و نقل کردن داستان و افسانه های مردمی نیز به نمایش گذارند. مهینا می گوید به او بخصوص اجرای رقص تاجیکی خوش آمد. هنگام نمایش لباس های ملی باشد مهینا خوجایوا لباس اطلس در تن و توقی زردوزی در سر روی صحنه آمد. او می گوید در زادگاه او در ایسور
دختران از لباس های ملی اطلس را بیشتر خوش دارند و بیشتر اطلس می پوشند، بخصوص در فصل نوروز. در بخش داستان ها مینا مسئله مشهور پیش حضرت سلیمان اومدن دو زن را قصه کرده است که هر دو با یک کودک دعوای مادری میکنند. او دوام این داستان را چنین نقل میکند: یکی میگفت این طفل من است، دومی میگفت این از من است. سلیمان حکیم گفت من این بحث شما را چنین قضاوت میکنم، بگذار هر کدام شما از یک دست کودک بدارد و هر کس کودک را به طرف خود بکشد، کسی زور بیاید و کودک را به طرف خود بکشد، کودک از امون می شود. یکی از زنهای دعواگر محکم از دست کودکش داشته و برای رقابت آمادگی گرفت و این کودک می توانست در این سبقه دو پاره شود. اگر زن دویم نمی گفت بگذار طفل پیش این زن بماند، و اون وقت حضرت سلیمان امر داد که کودک را از اون زنی که از دستش داشته بود بگیرند و به اون بیتیان که میر مادریش بالا گرفت و نخواست حتی برای به دست آوردن طفلش به او عذر برسد. مینا خوجایی و میگوید هنگام اعلان غالبان نام او را از همه آخر اعلان کردند و او در این بین نام خود را در بین غالبان نشنیده حتی نمیدونه اشکم ریخت است. به خود گفتم که تماما یگان جا نگرفتم، حتی اشک چشمم ریخت. و وقتی پیروزیم را اعلان کردند این برایم کاملا غیر انتظار بود، میگوید این دختر تاجیک. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. مدینه رستم یک دختر نورس زردمو با جسه بظاهر نظرناگیر از جماعت کدوچی نویه واسه که مشق گوشتین میکند، در مسابقه گوشتین ملی در روزهای عید نوروز در ولایت ختلان با گوشتینگیران مرد وارد رقابت شده، همچون جایزه یک بقه و همچنین 35,000 سومانی به دست آورده است. در گوشتینی که در شهر بختر با مبلغ گذاری رئیس کارخانه ریسنده نصرت الله فیض اللهیف برگزار شد، مدینه رستم سنت الله از محله پختکار شهر بختر بعد همگی چند ساعت آغاز رقابتشان با یک الوک زیبا به پشت افتاند. برای یک پیروزی دیگرش در این میدان رهبر ریسنده که از هنرنمای این دختر در برابر رقیبان مردش سخت به وجد آمده بود به مدینه رستم یک بقه توفه کرد. راوی مسابقه گفت این دختر از کدوچی در مسابقه تشکیل کرده نصرت الله فیض اللهیف 6 غلبه به دست آورده است. راوی همچنین نقل کرد که مدینه رستم از این پیش در مسابقه گوشتین در نویه دنگره هم تا ساعت 5 بیگو بی ایست به میدان برآمد و در آنها نیز 6 گوشتینگیر مرد را به پشت خواباند. راوی گفت به حساب او این دختره که بظاهر نظرناگیر زرمو از کدوچی در مسابقه های نوروزی علکه کمش 35,000 سومانی کار کرده است. او گفت رئیس نویه دنگره به مدینه رستم از جمله ماشین جامشویی، تلویزر، قالین و همچنین جایزه پولی سپرده است. به گفته راوی ساعت 5 بیگو دیگر از بین گوشتینگیران مرد یگان داوطلبی نموند که با مدینه دست و پنجه نرم کند و رئیس نویه دنگره مسابقه را با همین نقطه گذاشت. حلالت بود، گفت راوی خطاب به مدینه رستم هنگام اعلان پیروزی نوبتیش در گوشتین بختر. یک راننده را در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برای نصب رقم‌های بیگانه و استفاده تجهیزات مخصوص صدادهنده و رفشندهنده میگالکه دستگیر کردند. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت ماشین تمغه لادا پریورا با رقم قید دولتیش 700MM03 برای استفاده تجهیزات مخصوص صدادهنده و رفشندهنده که با استفاده آن آرامی شهروندان را خلل‌دار می‌ساخت بازداشت و به مقامات کارهای داخلی دسترس کرده شد. در نتیجه سنجش معین گردید که راننده افتماشین نام برده شهروند آی محمدوف امیرجان سال تولدش 1995 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه شمسی بر زمین نصب غیر قانونی میگالکه همچنین با رقمهای قید دولتی بیگانه افتماشین خود را در کوچه های شهر دوشنبه اداره میکرده است. ضمن سنجش معین گردید که رقمهای قید دولتی این ماشین در اصل 1111 SD03 بوده، رقمهای قید دولتی 700MM03 به ماشین تمغه خوندای که به نام شرکت راه بین المللی حجت گذاری کرده شده است تعلق دارد. آی محمدوف امیرجان به گفته مقامات دیده و دانسته برخلاف مقررات قانونگذاری عمل نموده به چنین قاعده ویران کنی دغل حرکت در راه دست زده است. وابسته به این نسبت به آی محمدوف امیرجان طبق طلبات ماده های 313 رقم بیگانه و 316 نصب تجهیزات مخصوص صدادهنده و رفشندهنده پروتکل حقوق ویران کنی ماموری ترتیب داده شده، دلیل های قاعده ویران کنی یعنی رقم دولتی و میگالکه مصادره گردیده
و خود موشیم به جریمگوی موقتی ریاست وزارت کورای داخلی دوشنبه برده شده است. در شبکه‌های اجتماعی روز 27 مارت اعلان جستجوی دختر 18 ساله با نام امیده نشر شده است. این دختر روز 23 مارت در شهر دوشنبه گم شده است. مایره اوروقوا در فیسبوک خبر داد که امیده در نزدیکی مرکز سودای مردان زندگی میکرد. او روز 23 مارت سال 2022 تقریبا ساعت 11:00 دقیقه از خانه برای سیر و گشت و بیرون برآمده دیگر بر نگشت است. امیده آن روز مثل که در عکس اول میبینید در تن کرتکه جینز و فوتبالکه سفید داشته است. نزدیکان امیده از همه شما خواهش دارند که در جستجوی او کمک خود را دریغ ندارید. اگر شما در باره احتمالاً در کجا بودن امیده معلومات داشته باشید و یا او را تصادفاً در یگان جا دیده باشید، از شما خواهش میکنیم که فوراً به خواهر امیده با این رقم تماس بگیرید: 992-930-3398. خواهر امیده و دیگر نزدیکانش دیگر نمیدونند با کجا مراجعه کنند. همه امیده آنها به کمک و همدستی شماست. بیایید امرو امیده رو پیدا کنیم و پیش نزدیکانش برگردانیم. خداوند همه شما رو نگهبان باشد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف اون رو در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نموید: www.bomdod.com. خوش باشید.